حالا من این کاشی رو یادمه، بچه بودم، خیلی بچه بودم، مثلا مادرم که درست میکرد این کاشی رو، آرد رو سرخ میکرد. سلام میکنم خدمت دوستان عزیزم، انشالله هرچی که هستین حالتون خوب باشه. دوستان به یکی دیگه از ویدیوهای من خیلی خوش اومدین. من امروز در نظر دارم که براتون یه دسر خیلی خوشمزه و قدیمی درست کنم، یعنی واقعا یه دسریه که من آدم میخوره جون میگیره، دسر خیلی عالی و خوشمزه. این دسر اسمش هم کاچیه، همین که قیما جفتشو میاد، البته برای آذریای عزیزه که امروز من تصمیم گرفتم اینو داخل کانالم براتون آموزش بدم. البته این کاشی که من میخوام درست کنم، این کاشی مخصوص عروس داماده عزیزمونه که بعد از عروسی استفاده میکنن، یعنی از قدیم الایام رسم بوده تا حالا. یکی عروس داماده عزیزمونه، یکی کسانی که خانمایی که زایمان میکنن که حتما باید این کاشی رو استفاده کنن که قوای بدنیشون زیاد بشه، جون بگیرن، و اینکه برای خانمای عزیزی که برای ماهیانه میتونن استفاده کنن، یعنی میشه به عنوان یه کمک غذا، مثل یه ویتامینه میمونه برای بدن. دوستان من قبلا این کاشی براتون دستورشو گذاشتم داخل کانال هست، منتها این کاشی که من میخوام امروز درست کنم یه مقدار موادش فرق میکنه. حالا من موادشو خدمتتون بگم که چه موادی لازم داریم. ما یه لیوان آرد گندم لازم داریم، این یه لیوان برابر میشه با 8 قاشق غذاخوری سرپر. شما از هر نوع آردی میتونید استفاده کنید، هم آرد قندی هم آرد گندم. علی آردی که من دارم استفاده میکنم برای قندیه. حالا برای این کاشی شما هم از شکر میتونید استفاده کنید هم از نبات. اگر از شکر بخواید استفاده کنید 8 قاشق غذاخوری شکر لازم دارید. اگر از نبات بخواید استفاده کنید، ببینید 3 تا تیکه است. این 3 تا تیکه هر کدوم 50 گرمه، میشه 150 گرم نبات. خب ادویه‌ای که ما لازم داریم برای این کاشی ادویه‌ای خیلی خوش‌طعم و خوشمزه است که واقعا عطر خیلی خوبی میده. یه قاشق چای خوری پودر رازیانه، یه قاشق چای خوری پودر زیره و زیره نساییده، یعنی زیره درسته، زیره مولم زیره سبزه، یه قاشق چای خوری پودر دارچین، یه قاشق چای خوری زردچوبه، نصف قاشق چای خوری پودر هل. خب اینجا ما زنجبیل داریم، من زنجبیل ریختم داخلی هاوند، سابیدم نرم شد، یه قاشق چای خوری هم پودر زنجبیل. شما اگر بخواید با کره خالی درست کنید 200 گرم کره لازم دارید که باید بریزین داخل کاشیتون. منتها من میخوام هم کره استفاده کنم هم روغن حیوانی. داخل این دبم روغن حیوانیه، من 100 گرم کره میریزم، 100 گرم هم روغن حیوانی که واقعا خیلی خوشتم میکنه کاشیمونو. خب مغزیجات هم اینجا مخلوط کردم، میخوام بریزم داخل کاشیمون. گردو، گردو خورد شده، خلال پسته و خلال بادوم، اینا رو من میخوام بریزم داخل کاشی که در حال پخته. اندازش هم 3 الی 4 قاشق غذاخوریه. اینجا کنجد داریم، من کنجد رو میخوام برای رویش تزیین کنم، برای روی دسرمون. گلاب لازم داریم، حدوداً 1/3 لیوان گلاب برای داخل کاشی و 3 لیوان آب. این گردو هم که اینجاست من میخوام برای تزیین روی کاشی. خب الان اولین کاری که باید انجام بدیم این آردمون رو باید بذاریم تفت بخوره، باید بریم پای گاز. خب من این نبات رو اول میذارم داخل قابلمه، آبم میریزم روش، میذارم رو گاز، بعد میریم سراغ آردمون. آرد گذاشتم روی چونه کوچیکتر، چون آرد باید مواظب باشیم که زود میسوزه. حالا من باید زیرش یه مقدار که گرم شد آرد تونتون هم بزنم که نسوزه. فقط میخوایم رنگ آردمون عوض شه، نمیخوایم که زیاد سرخ بشه، قهوه‌ای بشه مثل حلوا، نه، ما میخوایم یکم فقط رنگش عوض بشه.
من بالا سر آرده وایساده ام، مرتب مواظبم، زیر رو میکنم که یه وقت مثلا زیرش نسوزه سیاه بشه. نبات همونم دیگه کم کم داره آب میشه. نبات همونم قشنگ آب شد داخل آب، دیگه میخوام گازو خاموش کنم، رو گلاب هم بهش اضافه میکنم. دیگه الان باید صبر کنیم تا آردمون تفت بخوره، فعلا دیگه با اینه دیگه کار نداریم. دوستان این دسری که من دارم درست میکنم احتیاج به زعفرون نداره، یعنی دیگه کلا سنتی سنتیه، همون زردچوبه میزنیم، خیلی هم خوشگله و خوشتم میشه، خوشرنگ میشه. بعد زردچوبه برای التیام مثلا زخم چیزی آدم داشته باشه خیلی عالیه، یعنی واقعا التیام بخشه، یعنی زردچوبه رو حتما توی کاشیتون استفاده کنید. الان حالا 10 دقیقه است که این آرد من گذاشتم، یک کم تازه داره رنگ عوض میکنه چون زیرش کمه، گفتم کم کم قشنگ آماده بشه، زیاد نباشه، هر چی که کمتر باشه شعله با حوصله درست کنه کاشیم خوشمزه تر میشه. بیام اون داخل نشون بده. نه این کوچولو رنگش عوض شده، بودم یه روپی کار داره، یه روپی 20 دقیقه. آردمون گوش بلند شد، کم کم داره آماده میشه، منتها حالا تا این 2-3 دقیقه که میخواد آماده شه من ادویه‌اش رو میخوام باهاش قاطی کنم. این ادویه ما، اینم زنجبیل. یکی 2 دقیقه تفت بخوره بعد دیگه روغنش رو اضافه میکنیم. خب دیگه الان وقت اینه که کرش رو اضافه کنم، روغنش هم اضافه کنم. ببینید چه رنگ قشنگی پیدا کرد، خیلی عالی شد. حالا باید یه 3-4 دقیقه تفت بخوره تو روغن که اون طعم روغن و اینا قشنگ بره به خورده آردمون خوشمزه بشه، بعد اون شربتش هم اضافه میکنیم. این مغزیجاتش رو میخوام اضافه کنم، حدودا 2 دقیقه تفت خورد، 2-3 دقیقه هم این مغزیجات تفت بخوره. دیگه وقتشه که شربت پاچمون رو اضافه کنیم، به اندازه کافی تفت خورد، منطقه باید زیرش کم باشه یا اینکه خاموش باشه. خب من این کاچمون رو از رو شعله میذارم کنار، اینجا شربتش که باش مخلوط کردم دوباره میذارم رو شعله. خاطر این از رو شعله گذاشتم کنار، گفتم این موقع مثلا پرش نداشته باشه بکاشه تو سر صورت آدم. حالا اگر همونطورم پاسین اضافه کنید میتونید با شعله خیلی کم شربت رو بهش اضافه کنید. حالا باید سر کنید تا جوش میاد، منطقه باید هم بزنید که تعلیشی نشه بسوزه. ببینید اجازه بدیم شعلهش خیلی کم باشه که جوش بیاد، چون زیاد باشه زود آبش خوش میشه و بعدم میسوزه. خب ببینید دوستان اینطوری داره ریز جوش میزنه، به این ریز جوشی که افتاد داره قرقر میکنه، اون موقع دیگه یعنی باید به همین شعله کم درش هم بذاریم حدودا 20 دقیقه اجازه بدیم که قشنگ دم بکشه به هم بیفته. خب دیگه الان باید حدودا 1-20 دقیقه صرف کنیم که قشنگ دم بکشه و اون طعم خودش رو بگیره، بعد میام خدمتتون. کاشیمون هم دم کشید، یک کاشی خیلی خوشمزه، حالا بکشم داخل زهر.
خوشبخته. اینم از یک کاچی خیلی خوشمزه و مقوی خدمت عروس دامادای عزیزمون. حالا من این کاچی رو یادمه، بچه بودم، خیلی بچه بودم، مثلا مادرم که درست میکرد این کاچی رو، آرد سرخ میکرد بعد شکر میریخت، فقط با یه مثلا کره خیلی زیاد، کره حیوانی خیلی خوشمزه. اون موقع خوب کره اینا بیشتر استفاده میکردن تا الان کره حیوانی رو. بعد این روغنو که همینطور تو این آرد و شکر تو این روغنو کره قوطه ور بود، همونطوری میرفت تو کاسه میآورد، مثلا میگو بخورین استفاده کنین، یعنی اون مدلی میخوردن، پر از روغن بود. ولی الان جوانه الان دیگه فرق کردن، مثل قدیم نیستن، مثلا بخوام بچنن اون روغنو به اون صورت استفاده کنم بخورن، دیگه فکر نمی کنم بخورن. ولی خب اینم خیلی عالیه، اینم خوشمزه است. هم من روغن حیوانی ریختم داخلش، هم کره، یعنی واقعا خیلی خوش عطر خوشمزه شده. خب حالا با اجازه دوستان من یه تست کوچیک انجام بدم ببینم این موادی که من ریختم داخل این دسر میزون اندازه است یا نه. یعنی واقعا طعم بهشتی میده، جای تمام دوستان خالی، بی نظیر شده، خیلی خوشمزه شده. همه چیزش اندازه است، میزونه. این کاشی هم برای صبحانه خیلی خوبه، هم برای عصرانه، یعنی واقعا میشه، یعنی این دو وعده که گفتم خیلی قشنگ میشه استفاده کرد. بعد شما این کاشی رو به جای آب میتونید از شیرم استفاده کنید، شیرم که بریزید کاشیتون آخر سر ببینید چه طعم خوبی داره. این کارم میتونین انجام بدین. خب دوستان من دیگه ویدیو رو همینجا تمومش میکنم، بیشتر از این یه وقتتون رو نمیگیرم. ازتون ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. روی ماه همتون رو میبوسم، خیلی دوستتون دارم. هر کجا هستین مراقب خودتون باشین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.